میخوام به تعریف مشترک برسیم با هم دیگه. تئاتر برای تو چه معنایی داره؟ اینو توضیح بده که بعد بتونم سوالهای در پیوند با این رو ازت بپرسم. خودم تصمیم گرفتی سوالهای سخت بپرسی امشب. و جوابش خیلی سخته به این معنا که خب من هر روز که پا میشم میرم سر کار باید این سوال رو از خودم بپرسم و اینکه معنای تئاتر کلن چیه و خیلی به من مربوط نیست. برای تو چیه؟ اونی که به تو مربوط آره میشه چیه؟ آره آره نه به طور کلی نمیخوام اونی که به تو مربوط میشه. آره دقیقاً اینکه معناش برای من چیه و اصلا چرا من این کار رو انجام میدم. ضمناً هم میدونیم که چقدر کار سختی کار تئاتر کردن، چرا این همه مشقت رو به جون میخرم که تئاتر کار کنم. یک جورهایی به مسائل شخصی برمیگرده و از طرفی هم به درگیری‌های ذهنی آدم. من معنام در واقع تئاتر مثل همون کارکرد زار برای اون جوامع و اون اشخاصی که به اون خرافات معتقدن، یک جوری یک عنصر خرافی درش احتمالاً وجود داره که به این معنا که من فکر کنم میتونه به کمک کنه برای یک جور ساختمان فرهنگی، برای یک عمل فرهنگی که در غیر اون صورت مهم نیست. این قضیه خیلی به چیزی مربوطه که معمولا بهش میگن جوامع پیرامونی. این جوامع پیرامونی یک شکل جهانی داره که مثلا ماهایی که از در جهان سوم به دنیا اومدیم جزو در واقع این جوامع پیرامونی محسوب میشیم، شکل اقتصادی داره و حتی شکل فرهنگی داره. خب من در جایی به دنیا اومدم و در خانواده بزرگ شدم که به شکل طبیعی به این کاری که من امروز بهش مشغولم سوق پیدا نمی کرد زندگیم، و توی در واقع کشوری به دنیا اومدم که در واقع محدودیت هایی به شکل در شکل اجتماعی فرهنگی برای من به وجود می آورد. من در واقع هیچ تحصیلات درست درمونی ندارم. همه اینها باعث شد که من به کار فرهنگ و کار هنری نه به عنوان اشیای تزیینی، نه به عنوان چیزی که حالا مردم میان تفریح میکنن و مثلا طبقه بورژوا حالا بعد کار وقت داره بیاد چیزی تماشا کنه خوشحال شه، بلکه به عنوان یک جور ابزار و سلاحی که در واقع متضمن تولید شرایطیه که من بتونم در زندگیم ادامه بدم به شکل جدی. معمولا سه تا عکس العمل وجود داره برای آدم‌هایی که و جوامعی که در این شرایط پیرامونی هستن. یکیش اینه که معمولا دچار خودکوچک‌بینی باشیم و فکر کنیم که همه بلاهایی که سرمون میاد تقصیر دیگرانه. شیوه دومیش اینه که بخوایم به اون چیزی که فکر میکنیم جلمون رو گرفته و اون کسانی که در واقع ما رو زیر پا گذاشتن تبدیل بشیم، یعنی که از حاشیه بیایم به مرکز. یه شیوه سومی هم وجود داره که در واقع شیوه به قول معروف زیرزمینی و شیوه آلترناتیوه، و این که توی همون جایی که هستیم بمونیم یک جورهایی، به اون شرایطی که درش وجود داریم دقت کنیم و با کار و تلاش مداوم و کار در واقع شاق و خیلی متمرکز اون حاشیه رو تبدیلش کنیم به یک مرکز. و در واقع تئاتر برای من چنین معنایی داره، تبدیل اون شرایطی که شرایط در واقع یک جوری هندیکپ بوده به عناصری که بتونه به من کمک کنه که یک جریان فرهنگی به وجود بیارم. خب وید، برای اینکه ببینندگان نشون بدیم این تئاتری که تو داری صحبت می‌کنی رو چجوری تمرین می‌کنن، قسمت‌های دیگه‌ای از پروژه هملت‌زار رو تمرینش رو برای بیننده‌ها نشون می‌دیم. برمیگردیم بیشتر صحبت خواهیم کرد در همین زمینه. Don't have a look.
دو سال تمرین با بازیگر در تئاتر امروز به معنای تجاریش دیوانگی به نظر میاد. وحید وزاده، در قرن 20 آنچه در تئاتر تجربه دهه 50 و 60 اتفاق افتاد دیگه اتفاق نمیفته. چرا اینقدر تمرین و اصلا از این همه تمرین با بازیگر چه نتیجه قرار حاصل بشه؟ عرض کنم خدمت شما که این تمرینات فقط برای ساختن یک نمایش نیست. البته ساختن یک نمایش اون شکلی که من میخوامم خیلی وقت میبره، ولی پروژه حملزدار در واقع یک پروژه آموزشی و پروژه‌ای که کارش تبادله با کسانی دیگری که کارهایی همانند کار ما کردن، یا اینکه سایه که از همین چیزایی که تو ویدیو دیدید یک بخشش متعلق به یک کلاسی که یکی از استادای نمایش اوریشای برزیلی اومده به مثلا به گروه من درس داده برای دو سه روز و کارهای مختلف اتفاق میفته. در یک سال و نیم گذشته ما در واقع فصل اول کار رو داشتیم که بخش زیادش روی آموزش بازیگرهایی بوده که اومدن تو کار من، و اینا آدمایی هستن که با پس‌زمینای خیلی مختلف، از کشورهای مختلف، فرهنگای مختلف و از شیوه‌های در واقع تمرینی مختلف اومدن و اینها رو همه رو یک کاسه کردن و به یک جایی رسوندن که ما بعد از اون همه بتونیم به یک زبون و به یک شیوه فکر کنیم، خیلی مهم بوده. بخش دیگه‌اش اینه که در واقع تحقیقات فقط روی بازیگری نیست، بلکه روی موضوعی مثل مهاجرت ما داریم کار می‌کنیم و اصلا اینکه خود چجوری به اون شیوهی که مثلا میگه حالا دیوانگی محسوب میشه و مثلا قدیما توی مثلا دهه 60 و 70 امکانش بوده ولی دیگه نیست، چجوری میشه اون شرایط در واقع ذهنی و متمرکز رو به وجود آورد توی تئاتر. و البته خب منم میدونم که اون شرایط در مثلا 30 سال گذشته دیگه الان وجود نداره. در جوامعی که الان ما زندگی میکنیم حتی نه تنها از لحاظ مالی و بودجه چنین امکانی وجود نداره، حتی از لحاظ در واقع فهمیدن یا پذیرش چنین کاری هم خیلی سخته که این رو توضیح داد به دیگران. ولی ساختن نمایش خب وقت میبره به این معنا که کاری که من میکنم بر صحنه بردن یک نمایش نامه نیست، یعنی که یک نمایش نامه که حالا نوشته شده و میخوام اون رو در واقع تعدادی آدم حفظش کنن و یک میزانسنی بهش بدیم و بره روی صحنه. اون شیوهی تئاتری که در واقع اون سنت تئاتری که من بهش متعلقم، شیوهی که در واقع از دل خود تمرینات بازیگرها یک نمایشی ساخته میشه و مثلا استفاده از متنی مثل هملت در واقع یک خورده مورد دست دومی محسوب میشه و در واقع کار بازیگر خلق نمایش از دل تمرینات بازیگر بخش اصلی کاره. به همین دلیل خیلی وقت میبره، ولی من فکر کردم که برای کاری که بخوام انجام بدم اون شرایطی من بهش احتیاج دارم ضروریه و این و دیوانگی که به تو بهش اشاره کردی برای به وجود آوردن اون شرایط خیلی ضروریه. بنابراین باره به خودت در واقع نقل قول از شکسپیر، این که ظاهرا دیوانگیه ولی نهایتا توش یک متدی وجود داره.